قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم اون حضرت فرموده است فی ما یرویه ان الله تعالی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، از خداوند متعال روایت می کند یعنی حدیث قدسی هست که خداوند متعال به غیر از قرآن فرموده است و رسول الله می فرماید که الله تعالی فرموده است یا عبادی اینی حرمت الظلم علی نفسی من بر خودم ظلم را حرام کردم خداوند مطال بر کسی ظلم نمی کند الله تعالی ظلم را بر خود حرام کرده بر هیچ موجودی بر هیچ مخلوقی الله تعالی ظلم نمی کند هر جا اثرات ظلم را می بینید اعمال خوده بندگان الله تعالی هستند خود بندگان الله تعالی هستم که در مسیر ظلم حرکت میکنن وگرنه خداوند متعال ظلم را بر خود حرام کرده و جعلته محرما بینکم و در میان شما ا انسانها ظلم را حرام قرار دادم ظلم حرام ظلم جایز نیست ظلم چیه اول ظلم در حق الله تعالی که مسلمان خداوند متعال را نشناسد من واقعی خدمت سرورن عرض کنم بعد انشاءالله توضیح آیه را ذکر می کنم واقعی ذکر می که کسی سنم را عبادت می کرد سنم به زبان عربی یعنی بت چوبی را عبادت می کرد به اون زبان خودش وقتی در کنار این چوب قرار می گرفت و یا سنم و یا سنم و یا سنم ای بوت من ای بوت من ای بوت من ذکر می کرد یا سنم و یا سنم و یا سنم یک عمری کارش امین بود مشغول بوت فرستی بود و بوت خودش را صدا می کرد و بالاخره اون را همه چیز همه کاره خودش میدانست و با یاد این مشغول بود ناگهان ناگهان اون کسی که یا سنم و یا سنم میگفت از زبانش بیرون آمد یا سمد چی آمد؟ یا سمد سمد کیه؟ لا. سمد کیه؟ قل هو الله احد الله سمد سمد یعنی بی نیاز ذاتی که به هیچ کس نیازی نداره به هیچ چیزی نیازی غنی عن العالمین از تمام جهانیان بی اونکی هست الله. الله, تعالی هست نه به من نیازی داره نه به شما نیازی داره نه به آجی صاحب نیازی داره نه به بشر نیازی داره نه به آسمان نیازی داره نه به زمین نیازی داره به هیچ احدی از مخلوقات خودش الله تعالی نیاز نداره این کسی که همیشه میگفت یا سنم و یا سنم بوت خود را میخوان از زبانش نخواسته بیرون آمد یا سمد ای ذات بی نیاز. یه وقتی که مرد فرشتگان عذاب آمدن که این را به طرف جهنم ببرند الله تعالی فرشتگان رحمت را فرستان گفت این را به طرف بهشت ببرید سوال کردن که یک عمر غیر شما را عبادت کرده غیر شما را خوانده هست گفت بله یک عمر یا سنم و یا سنم میگفت اما یک بار یا سمد گفته اگر من این را مغفرتش نکنم فرق منه که سمد و بینیازم با اون بطی که هیچی نیست و هیچ قدرتی نداره و بی جانه فرقش چیه؟ من به خاطر امون یک بار هم فرشتگان رحمت را میفرستم که این را معافش کردم این سمده مسلمان نیاز خود را به بی بینیاز برساند به سمم الله تعالی می فرماید ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون شما گمان نکنید که خدا بی خبر هست اطلاع نداره از اون کاری که ظالمین انجام می ظلم دو دونوه یکی در حق الله تعالی ظلم میکنم. یعنی خدا را عبادت نمی غیر خدا را عبادت می این ظلم بزرگیه که قرآن این را به عنوان شرک معرفیش می کند اینم حرامه دوم ظلم در حق بندگان الله تعالی خداوند مطال ظلم را در حق هیچ موجودی نمی پذیره در حدیث است که یک کسی گربه ای را در خانه خودش نگه داشته بود بهش غذایی نمیداد و نمیگذشت بیرون برود و این گربه مرد اون انسان را به خاطر اون گربه به جهنم میبرد. <applause> کسی دیگر در دشت و صحرا و بیابان سگ تشنه ای را میبیند ظرفی هم ندارد که اون را آبش بدهد بر پاهای خودش آب میریزد و سگ اونجا آب مینوشد و الله تعالی از اون انسانی که سر تا پا پر از گناه است به خاطر اون شفقت به مخلوقش اون را معافش می کند. خدا ظلم را دوست نداره بر هیچ موجودی حتی بر حیوانی و مؤمن که محبوب الله تعالی هست مؤمن که مولایش خداوند متعاله ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالمون شما گمان نکنید که پرونده ظالمین از نگاه الله تعالی مخفی هست نه هیچ ظلمی هیچ تعدی هیچ ستمی و هیچ به حق اطلاف کردنی از نگاه الله تعالی پنهان نیست همه را خداوند مطال میبیند و آگاه است و خبر دارد و ثبتش می کند فرشتگان الله تعالی می نویسند الله تعالی بر اون نظارگر هست انما یؤخرهم شاید بپرسید چرا خداوند متعال دست این ظالمین را نمیگیرد